حکومت محلی بلخ مجلس مشورتی را جهت ترتیب بودجه ملی برگزار کرده است. این مجلس به منظور سهیم‌سازی مردم در ترتیب سند بودجه و اولویت بندی نیازمندی های مردم ولایت بلخ در بودجه ملی کشور راه اندازی شده است. بیش از 117 میلیون افغانی از سوی وزارت مالی کشور در کنار بودجه انکشافی به ولایت بلخ جهت تقویه حکومتداری محلی تخصیص داده شده است. جمعا 117.6 میلیون افغانی امسال به ولایت بلخ تخصیص داده شده که اینا به اساس فیصدی فقر و تناسب نفوس مردم اینا به متناسب با اونا چی شدن تخصیص داده شدن و نگفتن اما 117 میلیون بودجه اشتراکی هستن، بودجه هستن که مثل یک بونس واره یا بودجه اشتراکی که از خاطر به چی مردم داده شدن، به اولاد بنده خود نیازمندی خود مردم قریه داده شدن و جزی از بودجه انکشافی نیستن. در همین حال مسئولان خدمات سکتوری ولایت بلخ میگویند که این بودجه قرار است در 14 ولسوالی ولایت بلخ بر حسب نیازمندی های مردم به اهداف انکشاف اجتماعی و مصرف برسد. 117 میلیون افغانی برای ولایات از جمله برای ولایت بلخ اختصاص داده شده و گفته شده با در نظر داشت توازن انکشافی کوشش شوه که پروژه ها انتخاب شوه. به این منظور ما برای همه ولسوالی ها وظیفه دادیم که در مشارکت با شورای انکشافی خود، نماینده زنان، نماینده جوانان که در ترکیب اون شورا هست. باشندگان بلخ هم این اقدام حکومت را جهت پیشرفت در راستای پروژه های انکشافی و رفع نیازمندی های مردم در سطح ولسوالی های ولایت بلخ آغاز نیک می دانند و خواستار شفافیت در تطبیق پروژه ها هستند. بودجه بندی شده بر سطح ولایات که ولایت و والی ولایت در سهم بندی کنند پروژه هایی که نیاز مردم است به سطح قریجات و به سطح ولسوالی ها، که گام مثبت است، گام خوب است که مردم با مشوره با هم یکجا شده همون اولیت که در سطح ولسوالی دارن همون ضرورت که مثل کلینیک است یا برق است و یا پل پلچک که است یا را اولیت بندی بکنن به ولایت بیارن با کشمکش زیاد نباشه با زودتر بتونن که نیک برنامه و پروژه شان منظور شود. این یک گام نیک است ولی ما توقع ما ای است که این نباید سمبولیک باشه، باید سخنرانایی که اینجا تشریف داشتن بزرگوارا تخصصی صحبت میکردن و باز هم شاید اگر ما اینجا صحبت بکنم باز هم بگن که ما انتقاد میکنم، این یک حقیقت است که باید ما ای را بپذیریم. با این حال شمار از ولسوالان ولسوالی های ولایت بلخ از کمبود بودجه ملی در راستای تامین نیازمندی های مردم قریه نشین شاکی‌اند. گرچه که 117 میلیون در ولایت بلخ که 14 ولسوالی داره ناچیز است، بازم ما ایره به قدر می نگریم، اما مشکلاتی که ما داریم اوی است که پروژه ایره که ما در سالهای 98 و 99 همین سال جاری شامل پلان مالی سال ساخته بودیم و تایید پارلمان هم شده بود، بسیار به مشکلات ما تانستیم چند پروژه را انتخاب کنیم که متاسفانه نسبت نبود کمبودی بودجه و مشکلاتی که وزارت مالیه اینا داشتن نتانستن را به وقت و زمانش تطبیق کنن. بزرگترین مشکلی که من احساس میکنم که در بخش پروژه ها وجود داره است که پروژه ها علارغمی که میگن ممکنه شفافیت داشته باشه و واقع بینانه باشه، من احساس میکنم ایتو نیست. ببینید در طول از وقتی که دولت جدید تشکیل شده 17-18 سال گذشته بزرگترین مشکلی هستش که کسی با یک نگاه سراسری به مشکلات مردم سعی نکرده. کار در سطح ولسوالی بلخ به شکل منظم پیش میرن و به اندازه نیازمندی مردم نیست، چون ساحه بسیار وسیع است و طرف دیگه ولسوالی بلخ ولسوالی زراعتی است. ما کوشش میکنیم برنامه هایی که تأثیرات حیاتی بالای حیات مردم داشته باشند، نگاه اقتصادی، نگاه خطوط مواصلاتی، در اینجا ما پیشنهادات داشته باشیم. بر اساس پیشنهادات و اولویت بندی های پروژه های انکشافی توسط مردم، قرار است 14 پروژه از ولایت بلخ بعد از منظوری کمیته بودجه به کابینه پیشکش شود. پس از منظوری کابینه و توشیح رئیس جمهور، پروژه های انتخاب شده در ادارات مربوطه تطبیق و عملی خواهد شد که نظارت از روند تطبیق این پروژه ها را وزارت مالیه عهده دار است. اصلا ما امروز شاهدش